جناب دکتر احمد میا نظامی استاد دانشگاه و پزشک دندان در کنار ما هستند در ارتباط با موضوعی که با ایشان صحبت میکنیم در نخست هم برتان یادآور شدم پوسیدگی دندان یا همون بگونه گونه عام که میگیم کرم خوردگی در دندان های ما ایجاد شده پوسیدگی برش ایجاد شده و شکستگی هم بعضی وقتا در قبال داره بیشتر صحبت میکنیم از مرحله ابتدایی تا مرحله که پیشرفته میشه صبح شما بخیر خوش آمدید بنام یاد خداوند بخشاینده دادگر و درود بر نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلام. سلام خدمت شما دو ستاره معفق تلویزیون تلو و یک تشکر می از محصولین و کسایی که منیج میکنن تلو که در سطح افغانستان فکر میکن بالاتر از 50 و در سطح تمام دنیا برادر از 70 فیصد بیننده ان داره و برنامه های متنوعی را ملتای رای می خوش هستم که در یک بام داد بازم در خدمت شما و از طریق شما در خدمت مردم به زحمتکش زحمت کش افغانستان قرار دارم با امید ازی که اینکه بتونم صحبت های داشته باشم تا مردم از این منفعت بگیرن چرا یکی از دلایل عمده ای که ما روی زو فوکس داریم و وزارت محترم صحت عام روی موضوع کار میکنه بی پی اس یا بیسیک پکیج اف ال سرویس یا مجموعه خدمات اساسی بر افغانستان که از طریق پی سی یا پرایمری گری یک رکنش ایلتیوژیکیشن یا تعلیمات سی است و خوش هستم که معلومات بتیم تا دوستان مستفید شدن بسیار خوش آمدین و بین از این سوال میخوایم شروع بکنیم که سوال نزد همه هستند آیا کرم دندان وجود داره؟ سوال خوب است ایمیل جان اصلا کرم در دندان وجود نداره خب تحت لفظی بعضی مسائل بین مردم مروج است مثل باد پیدا کرد که پیدا مادر فلانی رو باد زده تحت این عنوان مردم با صحبت های دارم. پیپل است به حال ما میگم که دلایل اساسی پوسیدگی دندان یا کریس دندان یا که نخوردگی دندان در ابتدا کمبود منرال ها است بل. و در درجه دوم میتونه که خود غذا خود باکتریا خود اسید و همچنان بزاق دهن سبب دی شود که ما در ابتدا شاید یک تغییراتی در جواب دهن و بالای قسمت این یا تاج دندان داشته باشیم بله در مرحله اول میشه چگونه میتونه باشه مثلا ما وقت میگیم پوسیدگی دندان در ذهن هموطنان ما چیز دیگه خطور میکنن و نوبگونی مثلا بعضی از افراد ایره در ذهنشان داره که کرمخوردگی دندان با پوسیدگی دندان میتونه که فرق داشته باشه خوب از ببینین پروردگار عالمیان با علم قدیمش که به هر چیز بدون تجربه عالم است انسان عجب موجود زیبای خلق کرده بدون شک دقیقا دوره توفولیت ما 20 عدد دندان شیری داریم و در دوران کایلی 32 عدد دندان در جاف دهن ده می داشته باشیم ما با سوال شما ایت پاسخ بتم که در عضویت ما وقتی که از مادر تولد میشیم طفل یک بوی خاص داره م. پاک ستره است. بله با اشاریم و اشاره به حدیث پیامبر خدا صلی و داشته باشیم که عطور شطر ایمان باید با نظافت خیر توجه شود و جز ایمان است پس انسان وقتی که خالق به همتای ما اینقدر زیبا خلق کرده و پاک سوترا به دنیا میایه کوچکترین تغییرات در عضویت انسان خودش تو تغییرات منفی است یعنی میشه آدم میره بگه که در دندان سیاهی یا افره یا جوف یا سوراخ اگر ایجاد شود یا تغییر رنگ بکنه یا تغییر شکل بکنه خودش دلالت به یک حالت میکنه یا مریضی نشان میته و شروع یک مشکل در ابتدا است بله بله و شما اگر سوالی دارین میتونین سوالات تونه مطرح بکنین 8656 خط ارتباطی است که شما را با ما وصل میسازه و جناب دکتر صاحب نظامی هم در خدمت تون هستن دکتر صاحب چند روز پیش شاید از بودیم که طفل سه ماه و یا هم چهار ماه همیشه با بیرای خود بازی میکرد و یک خارش فکر میکنم که بیرای زان دار علت چی بوده میتونه گفت خوب است ایمال جان خروج دندان ها با از سند ما... البته ماه پنجم چهارم شروع بلد. میشه و بیرکش ها هم در بازار مروج است که معمولا والدین به او آشنا هستند از او استفاده میکنن ما به این نظر هستم که خروج دندان ها طبیع است که یک مقدار وقتی که از جنجوا یا از قسمت بیره یا خروج میکنن یک تغییرات طفل تجربه میکنن و ناراحتی های بیشتر داره و باید. برای رای بیرون رفتش شمو است که باید از بیدکش که صحیح باشه پاک باشه و استریل باشه برای طفل استفاده شود این گپ بهتر تر است یعنی در زمان خروج دندان این مشکل طفل معمولا تجربه میکنه که مادرای بسیار عزیز و غمدیده افغانستان تجارب کافی را در این بحث ما با مسئله تمی عکس همیشه داشته باشین صحبت های شما را میشنیم و بلن. در رابطه با یک سر میخوایم صحبت و با. همچنان در زمان خروج دندان طبیعی است که طفل این آرامی را در اون زمان <تصفح> تجربه میکنه بس. یعنی یک حالت طبیعی است یک حالت فیزیولوژی است و هر در زمانی که به دنیا می تغییرات متعدد را تجربه میکنه <تصفح> با سوال شما باید وضاحت داده شود جناب چون برنامه برنامی معلوماتی و تحت هر هیلت کشانی یا تعلیمات صحی است ما با یک حدیث هم داریم که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که در زمانی که صحبت میکنین میگه کلم الناس علی و بقوله برابر حق مردم صحبت شود خواستم در این برنامه زیاتر ساده و حسانتر تر صحبت بکنیم تا مردم ما پیام بگیرند وزارت محترم صحت یک موضوع اشاره میکنه میگه میکن مهم هست که صحبت های شما میکنن چقدر جنبه تطبیقی داره چقدر تطبیق میشه بالای این مردم گفته های ما هر چقدر زیاد باشه که عمل در مقابلش نباشه مشکل است با سوال شما یک مقدار میخواستم وضاحت بتم به جوابش ایده میخواستم بگویم که چقدر میدانیم به مردم تعلیمات ها برسانیم که عمل شوا بالای این مردم کار بکنه این بسیار مهم است بلد. خود عامل اساسی امراض در بادی انسان جهل و بیخبری است بل. اگر معلومات کافی در هر عرصه داشته باشیم ما میتونیم یک صدمندی خاص داشته باشیم و سعادت به عنوان یک ثروت به مردم معرفی پس ما هم میخوایم از گفته های شما چیز را بیاموزیم و در موارد کرم خوردگی کمی صحبت بکنیم آیا در هنگامی که دندان‌های دندان های شیری هست اگر یک کرم خوردگی به وجود بیایه وقتی که میفته هم شیری و دندان دائمی به وجود میایه این هم در دندان دائمی هم انتشار پیدا کنه یا ما تجربه بکنیم در دندان های دائمی در زمان خود دندان های شریع زمینه ساز خروج دندان دائمی است. یعنی بله. دندان های که زیر سن سال پنج سال، چهار سال، هفت سال، هشت سال هستند نباید استرکشن یا کشیده شوند. تا حد امکان به تریتمنت و تداویش باید توجه شود. تصویر که شما روی صفحه داره این مراحل بسا پیشرفتی بله. که ریسه نشان میده <تصفح> که وضعیت نادرست دندان است یعنی به این هم باید اشاره شوه که شما سوال کردین اگر اطفال ما میگیم چرا اطفال زیاتر به کریش دندان مساب است ما در ابتدای اشاره داشتم که مواد غذایی خود مواد غذایی وقتی در بافت های دندان به تخمر بره یعنی فاسد شوه خود زمین ساز از است که مینای دندان تخریب بکنه خود مینای دندان مازه به قسمت آج دندان و پول و قسمت نرم دندان که سیستم سپلای خون و سیستم حساب در اونجا رشتای عصبی است از اون محافظت میکنن پس در زمانی که مینای دندان به خاطر مواد غذایی تخریب میشن راهکارهایی باید برای زی وجود داشته باشه تا بتانیم جلو وزیده بگیریم و این بسیار ساده از جناب <تصف> یعنی دوستای ما کسای کمی از برنامه رو میبینن به این توجه بکنن بین ما دندان اول باید بفهمیم که سه وظیفه بسیار عمده داره. خرد کردن غذا و اسم غذا شروع میشه از جا. وجاهت به وجه ما داده زیبا ما میشیم و سیوم شکل و فرمیت برای الفاظی که ما تلفظ میکنیم ده. اگر یک دندان کم باشه ما نمیدانیم تمام واژه ها رو به شکل بسیار خوبش خوب ارائه بکنیم بنا وظایف متعدد هم در بر داره پس مواد غذایی خصوصا مواد قندی اطفال زیادتر حتی علمای طب به این نظر است که اطفال در حالت خوابیده باید شیر نخورند بلد. یا زیاتر مدت زمان کاربوهیدرات ها در اینجا هستند، باکتری ها در اینجا وجود دارند. اسید <applause> در اینجا طبیعی است که تولید میشه و بنان دندان را تخریب میکنه. و زیاتر اطفال در پوسیدگی دندان مساب هستند. و دلیلش مصرف مواد غذایی قندی که زیاد چسبناک است، کلچه است. حالا کاکاوای متعدد و انواع و اقسامش در بازار پیدا شده. و افطام زیاد شایق مصرف مواد غذایی شیرین هستند. که مصرف. بکن. باید تداوی شود در همون مرحله یعنی؟ ما با شما بسیار موافق هستم چرا ما تدابیر در ابتدا می میکنیم چرا ما سر بقای صحبت نکنیم اگر ما بخوایم ببینید سه مکان پروردگار بسیار مقدس خلق کرده مکی مزم است مدینه منوره است و بیت المقدس است باقی مانده شهران مردم برش اسم گذاشتن و اسم دادن کار کردن با یک با یک مقولی حضرت علی کرم الله وجهه اشاره میکنم حضرت علی میفرمایه میگه بهترین تفریح برای امت مسلمه کار است بهترین تفریح این کار کنید. تفریح به این معنا نیست که ما در سرای کور بریم و چای سبز بخوریم و پس بیم. این به این ای ای که کار کنیم پس تمام دنیا کشورهای خود خودشان ساختن علمایشان خودشان کار کردن ما شامل دو انقلاب عمدن نیستیم انقلاب قرن 17 و انقلاب قرن 18 انقلاب صنعتی و انقلاب که علمی بوده با تاسف پس ما شامل یک انقلاب 1400 سال پیش هستیم یعنی بحثی که قرآن میکنه روی این موضوعات سر افد سه ما ببینید هر کتاب کس نوشته کرده در ابتدا میگه که اگر اشتباهی از ما سر زده خطای از ما سر زده شما به بزرگواری ببخشید <تصف> 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 الا کتاب آسمانی که در او هیچ شک و شبهی وجود نداره او خودش 14 سال پیش یک انقلاب را ایجاد کرده که ما اگر او استفاده بکنیم در تمام عباد زندگی ما اشخاص صحتمند خود بریم پس ما با سوال شما اینطور نظر داریم که ما طرفدار تداوی نیستیم بله ما طرفدار و هستیم چرا در ابتدا جلو نگیریم و راکارهای ساده وجود داره که ما جلوی ما بگیریم چرا را جناب دکتر بسیار گپ خوب است جناب بزرگوار ما عدیقل به مردم ایره از طریق پیام و از طریق رسانه ها برسانیم که اینا وزت داشته باشند درست است که 85 فیصد نفوس افغانستان تحت پوشش خدمات سی وزارت صحت قرار داره. آل کلینیک شخصی هم به شکل پرایوت ارائه میکنه خدماته و خدمات در اینجا انقدر قیمتش هم بلند نیست با توجهی فقر اقتصادی و فقر غذایی که دامنگیر ما هست ما میتونیم به دکتر صاحب مراجعه بکنیم در زمانی که احساس تغییرات در جا و دهن و خصوصا در مینای دندان باشه به نخ کردن یک فرهنگ بسازیم بله دقیقا دکتر شب نظامی میخواستیم در رابطه با نخ کردن بپرسیم که بعضی هستن با مثلا چوب گوگرت یا چوبایی که پیدا میکنن بدن دندان خود میزنن بله چقدر نخ کردن میتونه کمک بسیار گبی خوب است ایمال جون نخ هم نمیتونه صد فی دندان ما رو پاک بکنه بالاتر ما غدوات لعابه جوف دهن و دو قسمت خود و بزرگ تقسیم میکنیم بلد. کوچکش بالاتر از 700 تا 900 است اینا بزرگ تولید میکنه و بزرگ دهن خودش سبب ازی میشه که جوف دهن پاک شود در زمانی که ما نخ میکنیم فیزدی زیاد این کار باعث در در به شکل پلک در دندان ها میمونه و دندان خراب میسازه قسمت مینایشه مگر ببین پیش ازی که هر انسانی که در طول عمر خود بالای زندگی خود خیر توجه داشته بالای ایزسی جوف دهنش باز ما 100 درصد مطمئن نیستیم که اشخاص با مشکلات حدیقه دو عدد دندان خود حساب نشده باشه نه. مگر پیشگیری میشه نخ که شما اشاره کردیم و ما ما سر صحبت کردیم یکی از رکنای اساسی به خاطر پاک کاری جوف دهن است مگر شما چوبایری که میگن اگر استریل باشه و چوب مندیل نداره ببینید ما دو چهار کوادرانتی که در جواف دهن داریم در فک سفلی و اولویک با چهار قسمت تقسیمش میکنیم هر دندان با دندان دیگه یک خالیگاه یا دفکت داره اینا با نه خیلی مفید است اگر سرش کار کنیم و اینا رو پاکاری کنیم وقت خود زایی کنیم اگر وقفه نباشه یک موضوع اشاره میکنیم که ما با تاسف از طریق بزرگا باید کسایی که در علم تبابت خوب تجربه کافی دارن بیاین و طریقه محسونشه که چطور استفاده بکنیم از نخ و از چوب با کدام شرایط میشه ساده تر جلب کریسه خیلی هم سپاس گذار است بسیار خوش آمدین ما وقفه خواد گرفتیم و پس از وقفه هم دوباره بر میدار.